دونالد ترامپ: توافق هسته‌ای با رژیم ایران یک توافقنامه وحشتناک و احمقانه بود. مایک پومپئو فراخوان به مقابله با تجاوزگری‌های رژیم ایران. اعدام دو زندانی در رشت و انتقال سه زندانی برای اعدام در زندان زاهدان. دونالد ترامپ طی سخنانی در ایالت اوهایو درباره رژیم ایران گفت: من برای حفاظت از امنیت آمریکا ایالات متحده را از توافقنامه وحشتناک هسته‌ای که یک توافقنامه وحشتناک احمقانه بود خارج کردم. ما به رژیم ایران 150 میلیارد دلار دادیم. ما به این رژیم 1.8 میلیارد دلار پول نقد دادیم. هواپیماهای بارگیر شده با پول نقد. سوالم این است: آن پولهای نقد چه شد؟ به خاطر داشته باشید که من چه گفتم. زمانی که من رئیس جمهور شدم، ایران همه جا بود. از 14 تا 18 نقطه مختلف درگیری. وضعیت رژیم ایران اکنون خیلی متفاوت از 2.5 سال پیش است و بد جوری به دنبال یک مذاکره برای یک توافق است. مایک پومپئو در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه تایلند در بانکوک گفت: خواسته یک کشور مطبوعش در رابطه با مقابله با تجاوزگری‌های رژیم ایران را به اطلاع همتای تایلندی خود رسانده است. وی افزود: من همچنین خواسته های آمریکا از همه شرکایمان در حوزه هند، اقیانوس آرام را به وزیر خارجه تایلند منتقل کردم. دشخیمان خامنه ای دو زندانی را در زندان مرکزی رشت لاکان اعدام کردند. یکی از این دو زندانی که روز پنجشنبه اعدام شد، کوشا متقی نام داشت. نام زندانی دوم مشخص نیست. ماموران رژیم آخوندی دست کم سه زندانی را در زندان زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. یکی از زندانیان ابراهیم شاهوزهی نام دارد و 27 ساله است. آخوند محمد جواد حاج علی اکبری، امام جمعه رژیم در تهران، به فساد فراگیر در رأس نظام آخوندی اعتراف کرد و گفت: و عملیات بسیار سنگین دشمن برای سیاه نمایی در جامعه ما و اینکه اثبات کنه در جامعه اسلامی فساد فراگیر و همه‌گیر شده. با ملاحظه این نکته عرض می‌کنیم این بیماری وجود داره، این غده‌های سرطانی وجود داره، متأسفانه خطرناک هم شده، در بعض از موارد ریشه دوانده و از نفوذ مرفهان بیدرد و ویژه‌خواران انحصار طلب در دستگاه‌ها باید جلوگیری بشه. سازوکارهای شفاف سازی درآمدها در ارتباط با مسئولین و خانواده‌های اونها که به حمد الله بشارتش داده شده کاملا وسیع و با سرعت اجرا بشه. چهار تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین به تحریک زندانبانان و بهداری و به وسیله زندانیان جرائم عادی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. حال یکی از مصدومین وخیم گزارش شده است. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضرب و شتم چهار زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین را قویاً محکوم کرده و توجه مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان زن و اقدام فوری برای آزادی آنها جلب می کند.